بدرود به بیننده عزیز رادیو آزادی. امیدوارم که روزهای استراحت را خوب و خوش شروع کرده باشید و همین گونه شنبه یک شنبه را به خوبی پشت سر کنید و خوب استراحت کنید. و برای اون که در این دو روز هم شما از خبر و گزارش های مهم خفا نمانید، من حالا برای شما چند خبری مهم را از حیات مردم تاجیکستان و جهان قصه خواهم کرد. و شروع میکنم از اون که مخمومات اولاتوی فوقلاده جسد دو جوان پسری سوکین شهر دوشنبه را از آب بیرون آوردند. این دو جوان بعد از ظهر 28 ایون در کانال اوبرسونی برای سوکینون دوشنبه و معروف به دریوتسونی غرق شدند. امیده یوسف از سخنگوی کمیته اولاتوی فوقلاده میگه جسد این دو جوان سوپی 29 ایون پیدا گردید. خانم یوسف افزود که این جوانان یکی 24 و دیگری 25 سال داشته در کانال دریوتسونی در مکان ممنوع بازی کردند. نهر معروف به دریوتسونی در درآمدگاه نوی ورزوب واقع است و دو جوان غرق شده ساکن محله خوجنبیوی پایان شهر دوشنبه بودند. هر سال در موسم بازی در کل دریاها و کانال ها و حوزه تاجیکستان ده ها نفر هلاک می شوند. بنا به امور رسمی کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان، سال گذشته در کشور بیش از 100 نفر غرق شدند که نصف آنها افراد زیر سن 15 هستند. و در عراق نخست وزیر این کشور حیدر ایبودی دستور اجرای فوری حکم قتل محکوم شده های گروه دولت اسلامی و به اصطلاح دیگر دیش را صادر کرده است. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، حیدر ایبودی شام پنجشنبه در یک بیانیه که از طرف دفتر مطبوعات نخست وزیر عراق نشر شد، خواستار اعدام فوری آن جنگجویی دیش شد که قبلا دادگاه های آن کشور در نسبت آنها حکم اعدام قطعی صادر کرده بودند. این دستور نخست وزیر عراق در پی آن صورت گرفت که گفته می شود افراد گروه دولت اسلامی روز یک شنبه 17 ایون با تشکیل کردن یک پستگاه بازرسی در شهرای بین بغداد و کرکوک شش راننده ماشین های بربر را بودند. این گروه چند روز بعد با نشر یک نوار ویدیویی از حکومت عراق خواست تن و پس از آزادی زنان محکوم شده دیش از زندان این افراد را آزاد میکنند. ولی بعد از یافت شدن پیکره شش راننده را بوده شده و دو قربانی دیگر در روز چهارشنبه همین هفته، مقامات امنیتی را گفتند که را بوده شدگان چند روز پیش خط رسیده و جسدهای آنها در منطقه پرتفته شده است. مقامات دادگاه عراق در ماه اپریل سال جاری گفتند که بیش از 300 نفر به شمول 100 زن خارجی از سوی دادگاه های این کشور به قتل محکوم شده، صدها تن دیگر به اتهام عضویت در گروه دولت اسلامی محکوم به حبس ابد می باشند. بیشتر زنان محکوم شده از کشورهای شوروی سابق هستند و در میان آنها یک مرد از روسیه و یک دیگر از بلژیک نیز بوده است. مقامات تاجیک هم اخیرا گفتند که حدود 30 زن تاجیک در محبس های عراق به سر می برند و برخی حکم طولانی گرفته و برخی دیگر در انتظار حکم دادگاه می باشند. و رو میاریم به خبرهای تاجیکستان. سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که پرزیدنت مالی رحمون مدح و ستایش را دوست نمی‌دارد و بارها در مجلس‌های حکومتی سخن تفسیف‌آمیز را قطع کرده است. عبدالفتاح شریف‌زاده در این باره روز 29 ایون با رادیو آزادی صحبت کرد و او در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا چنین پدیده پس در جامعه زیاد دیده می‌شود، گفت که بسیاری از مردم صمیمی رئیس جمهور را دوست می‌دارند و آنها با هر راه احترام و محبتشان را میخواهند به قلم دهند یا اینکه تصویر کنند. سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان در حال این موضوع را شرح داد که قبلا عبدالقادر تلباکوف روزنامه‌نگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی پایتخت از مقامات خواست که نشر ستایشنامه‌ها را در برای مالی رحمون جدی نظارت کند. مدیر کتابخانه لاهوتی باور دارد که متروسان و زیاد در حق مالی رحمون با آبروی او همچون رهبر یک دولت دنیوی و دموکراتی در عرصه بین‌المللی تاثیر خواهد گذاشت. در نوبت خود مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تا حال در رابطه به درخواست عبدالقادر تلباکوف یگان واکنش نکردند. زمنان مدحوسن و خانی به رئیس جمهور در گذشتن تنقید شده است. حالا شاعری آوازخانی را یافتن دشوار است که از پرزیدنت ستایش نکرده باشد و باید گفت که تا امروز در حق رئیس جمهور تاجیکستان بیش از 2000 شعر و ترانه و مقاله و مطلب انشا شده است. سال 2016 نشریات ایرگراف دوشنبه حتی یک کتابنامه مالی رحمان در ادبیات بدیعی را نشر کرد که بیش از 2200 اثر درباره پرزیدنت تاجیکستان گرد آوردند. این اثرهایی است که از سال 1994 تا 2016
در باره پریزیدنت رحمان نشر شده اند. و یک خبر دیگری ما هم مربوط به نشر کتاب ها است، اما در قرغیزستان زیرا وزارت معارف و علم این کشور با کمک بانک جهانی برای مکتب و سیمخانه های توجیکی کشورش 34 کتاب درسی و تعلیمی را تهیه خواهد کرد. این کتاب ها در نظر است که تا آغاز سال نو خوانش یعنی تو تیرمای سال روان به اختیار خوانندگان گذاشته شود. در حال حاضر گروه متخصصان در قرغیزستان و تاجیکستان به ترجمه این کتاب ها مشغول هستند و قادرشاه مروت معاون رئیس اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرغیزستان به نام رودکی گفت از این 34 کتاب 15 عدد آن متدیکای تعلیمی بوده، دیگر کتاب های درسی برای طلبگان تاجیک این کشور میباشند. خب تو چند سال پیش در مکتب های تاجیک قرغیزستان کتاب های درسی وزارت معارف تاجیکستان را تعلیم میدادند، ولی قادرشاه مروت سبب تعلیم کتاب های درسی قرغیزستان را در مکتب های تاجیکی چنین شرح داد که سالهای پیش اجازت بود، اما بعد از اون که موضوع استقلالیت در میان آمد دیگر قرغیزستان اجازت نداد که کتابی که در اول صفحه اونها متن سرود ملی، عکس و پرچم و نشان رئیس جمهوری تاجیکستان است اینجا استفاده شود. برای همین نظرهای پیدا شد که ادبیات از تاجیکستان وارد شده نباید به مقصد استفاده شوند که خوانندگان ندانند که در کجا زندگی میکنند و رئیس جمهورشون که هست. خب باید گفت که در جنوب قرغیزستان بیش از 50,000 تاجیک تبار زندگی میکنند، در 3 مکتب و 6 صنف تاجیکی زیاده از 3,000 محصل با زبان تاجیکی تعلیم میگیرد. خب بیننده عزیز، این چند خبری بود که من میخواستم به سهم شما برسونم و اگر خواستید خبر و گزارش بیشتر رو دریافت کنید در این دو روز صورت که ما برنامه خبری نداریم، پس سر بزنید به سامانه موسی دبلو نقطه آزادی نقطه و همچنین تماشای نوارهای دیدنی رو در آزادی ویدیو که کانال مخصوص ما در یوتیوب است فراموش نکنید. من همه شما رو روز دوشنبه در هفته نو کوری و با خبر و گزارش های نو منتظرم.